بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت همه دانشجویان عزیز، در هر جایی که هستین در پناه خداوند بزرگ باشین. امیدوار هستم که روزها و شبهای خوبی را داشته باشین. دوستان عزیز، در ادامه بحث های مدیریت پروژه که یک از بحث های بسیار مهم در فاکولته در دپارتمنت دیتابیس هست، به خصوص سافت‌ور انجینیرینگ، تا شما بتونین که پروژه ها را در صد دیتابیس و سافت‌ور انجینیرینگ درست مدیریت بکنین و کنترل بکنین، که این بسیار یک بحث مهم هست. شما نیاز دارین که تا مدیریت پروژه را به صورت ریز بسیار دقیق بفهمین، و فهم عمیق شما از این مسائل باعث میشه که موفقیت بیشتر در مدیریت پروژه به دست بیارین. دوستان عزیز، همیشه بر شما خاطر نشان میکنم و همیشه یادآوری کردیم که شما نیاز دارین تا مفاهیم به صورت درست و عمیق بفهمین. اگر نفهمیدین، نیاز دارین که کنجکاوی بکنین، کتاب ها رو مطالعه بکنین، منابع های زیاد در قسمت مدیریت پروژه به خود پیدا بکنین تا بتونین یک مدیر موفق در سطح پروژه های آیتی به خصوص سافت‌ور شین. دوستان، هیچ وقت اکتفا به خیلی مفاهیم ابتدایی نکنین و کوشش بکنین که بحث هایی که ما اینجا انجام میتیم در قبال از شما مطالعه خود داشته باشین تا بتونین مدیریت پروژه رو بفهمین. دوستان عزیز، پیش از اینکه ما روی مفهوم جدید بریم، یک سری به مفهوم های قبلی میزنیم تا پیش زمینه فکری برای شما آماده شون و بتونین به مفاهیم جدید یاد بگیرین و این مفاهیم برای شما مهم هست. دوستان عزیز، ما در ویدیوی قبلی روی اهمیت جدول زمان پروژه صحبت کردیم، بسیار دقیق و روشن که چی از اهمیتی چه برخوردار هستند در ساختار و مدیریت پروژه، که این یک بحث بسیار جدی بود. در بحث بعدیش در ویدیوی قبلی طرح مدیر زمان پروژه رو ما مطرح کردیم که چه قسم ما میتونیم طرح مدیر زمان پروژه رو بسازیم که بیشتر راجع میشه روی سند و پالیسی های پروژه، پروسیجر های مورد نیاز و پلان عملی، طرح نظارت و کنترل پروژه، اینها چی میشد، حرکت میکرد و توجه اینها روی محورهای اصلی ما رو کمک میکنند که ما طرح مدیر زمان پروژه رو بسیار دقیق بسازیم. نقطه بسیار اساسی در زمینه بود که ما باید یک سلسله مورد نیازها را در سطح طرح مدیریت زمان پروژه بفهمیم، که 5-6 نقطه اساسی بود که انشاءالله شما رو اونها رو مرور بکنین، نیاز نیست که من اینجا یادآوری بکنم. دوستان عزیز، امروز ما ابزار و تکنیک ها جهت مدیریت زمان پروژه رو چی میکنیم مطالعه میکنیم که چی از چه تکنیک ها و ابزارها ما استفاده میکنیم تا بتونیم مدیریت زمان پروژه رو به صورت موفق‌آمیز طرح بکنیم، بسازیم و در چارچوب حرکت بکنیم، و این باعث میشه که شما این مفاهیم بتانین یاد بگیرین و همچنان در پروژه ها موفق باشین. جهت وضاحت بهتر و سهولت در پلان گذاری و مدیریت زمانی، ابزارها و تکنیک های مختلف به کار رفته است که انشاءالله تعالی در این فصل ما توجه بیشتری میکنیم تا اینها رو برای شما چی کنیم، مورد توجه قرار بدیم و بحث بکنیم. در این فصل دیاگرام پروژه، که دیاگرام شبکه نیز گفته می شود، یا گن چارت و PERT چارت بیان شده است. سه مفهوم اساسی: دیاگرام، شبکه و گن چارت و PERT، که یک از روش های معمول هست در برای سطح ابتدایی مدیریت پروژه تا شما بتونید از اینها استفاده بکنید، چارچوب مدیریت پروژه رو به صورت موفق‌آمیز چیکنین، تکمیل بکنین. دوستان، اینها فقط ابزار هست، شما باید فرق بکنین. ابزار وسیله‌ای میشه که ما را به یک چیز نزدیک می‌سازه، یعنی ما از یک سلسله ابزارها و تکنیک‌ها استفاده می‌کنیم تا یک چیز رو درست بکنیم و تکمیل بسازیم. این یک از بحث‌های بسیار مهم در سطح مدیریت زمان پروژه است، که در اینجا ما روی دیاگرام صحبت می‌کنیم، روی گن چارت و PERT چارت. به خاطر چی؟ مدیریت زمان پروژه، یعنی شما از این سه مفهوم، ممکن است سافت‌ورهای متعددی، ساختارهای متعددی باشند که شما بتوانید در قسمت زمانبندی پروژه استفاده بکنید، اما در اینجا ما مشخص روی این سه مفهوم، دیاگرام هست که از دیاگرام ها استفاده میکنید، گن چارت هست که ما رابطه با گن چارت، رابطه با ساختارش، تعریفش و تاریخچه‌اش صحبت کردیم که کی بودن و یگانه کسی بودن که در جهت تحول پلانگذاری در سطح پروژه، همین ساختار گرند چارت، همین فرد بودن که در امریکا و انگلستان تمرکزش بعد از جنگ جهانی اول و دوم بود تا روی پروژه های بزرگ چشان کار شد. دیاگرام پروژه، دیاگرام پروژه که معمولا دیاگرام شبکه نیز گفته می شود، یکی از روش ها برای مسلسل نشان دادن فعالیت هاست. ما توسط دیاگرام تسلسل کارها را در یک پروژه چی میکنیم؟ نشان میدیم. یعنی تسلسل، مسلسل بودن کارها رو چی میکنم؟ برای ما روشن میسازه که مسلسل کارها
باعث میشه تا ما کارهای خوبی را در سطح پروژه چکنیم انجام بدیم. این رویش ارتباط منطقی بین فعالیت‌های مورد نیاز در یک پروژه را به تصویر می‌کشد. یعنی دیاگرام روابط منطقی بین بخش‌های متعدد پروژه را برای ما چی می‌کنه؟ روشن می‌سازه و این باعث میشه که این روشنسازی باعث میشه که ما در جهت رسیدن به هدف پروژه مؤثرتر، با کیفیت‌تر و خردمندانه‌تر چکنیم حرکت بکنیم. یعنی کاراتر، کارایی بیشتر و مؤثریت بیشتر توسط دیاگرام ها چی میشه؟ ایجاد میشه. یعنی این ابزار هست دوستا که تسلسل بین فعالیت ها را برای ما برجسته میکنه. تسلسل بین فعالیت ها را چی میکنه؟ برجسته میکنه. این روش ارتباط منطقی بین فعالیت هاست. فعالیتی که ما به فرض مثال نیاز سنجی میکنیم، این روابط نیاز سنجی با تحلیل و دیزاین پروژه است. از تحلیل دیزاین پروژه تا چی دوستان؟ تا مرحله کودینگ روابط بین اینها رو برای ما نشان میده. از کودینگ پروژه تا مرحله تست پروژه است و از تست پروژه تا مرحله چیستن دوستان؟ تا مرحله پیاده سازی است. پس تسلسل همین کارها در چارچوب دیاگرام ها یکی ساختارهای ابزاری است که ما کمک میکنه تا کارهای ما درست شد. نمونه دیاگرام شبکه را نشان میدهد که یک پروژه از نظر فعالیت ها به 8 بخش تقسیم شده. اگر ما یک شکل را که اینجا یا یک دیاگرامی را که در قالب شکل اینجا نشان داده شد دوستا، اگر شما متوجه باشین که فعالیت ها را به 8 بخش تقسیم کرده، از بخش اول تا بخش هشتم که هر بخش با هم در ارتباط هست و از جهت ارتباط همین بخش ها هدف کلی پروژه چی میشه؟ به دست میاد. خب دوستان، ما در بحث قبلی ما رویش بحث کردیم که ما وقتی روی هدف کلی فوکس میکنیم، این خروجی پروژه یا رزلت پروژه یا همون نقطه یا همون چیزی رو که ما میخوایم به مشتری تحویل بدیم خروجی کار ماست. ما وقتی که از فعالیت اول شروع میکنیم به فعالیت هشتم میرسیم، یک سلسله قدم ها رو ما چی میکنیم؟ یک سلسله بخش ها رو سپری میکنیم تا به خروجی کار میرسیم. این بخش ها با هم از لحاظ منطقی باید تسلسل داشته باشه که هر بخش فعالیت خاص خودش را دارن و هر بخش نیاز به این فعالیت ها دارن تا پروژه چی شون تکمیل شه. خب چی میگید دوستان؟ در اینجا اگر شما متوجه باشین، یک است از یک ما در فعالیت دو میریم، از فعالیت دو به سه، بعد دو و سه مرتبط به پنج میشن، بعد ما نیاز داریم از یک به چهار، چهار به هفت، هفت مشخص به شش، پنج هم به شش حرکت میکنه و همه اینها منجر به چی میشه؟ فعالیت هشتم میشه که ما ایر به عنوان خروجی تعریف میکنیم. پس ما در اینجا همینطور که در ساختار دیتابیس ها سافتر ها شما میبینین که همه چیز به هم چیز ارتباط داره و همین ارتباط ها هستن که یک جا میشن، یک مفهوم کلی رو چی میکنن؟ تشکیل میده. پس رسیدن به یک خروجی خوب نیاز به تسلسل منطقی بین این فعالیت ها داره. اگر شما این تسلسل رو برقرار نتانین، نمیتونین که چیکنین؟ موفق شین. پس ما از یک از روش ها به نام دیاگرام هست استفاده میکنیم که هر بخش ما تقسیم میکنیم، در دیاگرام نشان میتیم که باعث میشه ما جدول زمانی رو نظر به بخش ها، نظر به ساختار چیکنین؟ تکمیل. چقدر بحث جالب بود دوستان، شما اینها را کوشش بکنین که بفهمین و فهم عمیق باعث میشه که پویایی و خرد شما چیکنین؟ کشاف پیدا بکنه. خب حالا این ممکن است یک در چارچوب تکنیک ها جهت مدیریت زمان پروژه مطرح شد، اما شما لازم دارین که اینها رو به صورت جدی پیگیری بکنین و فهم شما در زمینه بیشتر شد. در رسم نمودن دیاگرام پروژه نقاط چندی باید در نظر گرفته شد. یعنی ما این دیاگرامی که میخوایم رسم بکنیم دوستا، نقاط بسیار کلیدی و مهم رو باید مورد توجه قرار بدیم. این نقاط کلیدی برای ما کمک میکنه تا ما پروژه را به صورت درست و منطقی، واضح و شفاف بسازیم. خب در رسم نمودن دیاگرام چی چیزها لازم است؟ قبل از ترسیم دیاگرام ساختار پروژه باید تقسیم شود. چقدر زیبا هست که این رو شما بفهمید. یک پروژه به یک مفهوم کلی، به یک ساختار کلی به بخش‌هاش باید تقسیم شود. همین سافت‌وری که ما میگیم به بخش‌های متعدد باید چی شود؟ تقسیم شود. این یک از پیش‌نیازهای ساخت دیاگرام است. ما پیش از یک دیاگرام بسازیم پروژه تقسیم شود. خب دوستان، بحث بعدی، قبل از ترسیم دیاگرام فعالیت های ما قبل یا پیش نیاز و ما بعد باید چی شود؟ مشخص شد. پیش از اینکه ما دیاگرام دوستا بسازیم، فعالیت های پیش نیاز ما قبل، فعالیت های ما بعد که در تسلسل هم قرار می گیرن، اینها باید چی شود؟ مشخص شد. این چقدر اساسی هست دوستان که شما بتونید با استفاده از این دو مفهوم کارهای خود را ساده تر بسازید.
فاصله ها یا فاصل و طول خطوط وصل در دیاگرام معنای مشخص نداشت. به فرض مثال شما خط از A به B حرکت میکنه، این خط از فقط نشان دهنده یک حرکت است که ما را از یک فعالیت به فعالیت بعدی چی میکند؟ وصل میکند. اما سمت هدایت خطوط از تقدم و تاخر فعالیت ها نمایندگی میکنه، سمتش که شما حرکت میدین ممکن است قبل باشه بعد باشه. این خطوط برای شما کمک میکنه که ما در چارچوب دیاگرام برای شما نشان دادیم، باعث میشه که شما ما قبل و ما بعد چی کنین تشخیص بدین یا تأخیری هستن در تأخیر. این بحث چیستن؟ نیاز سنجی هاست که ما پیش از اینکه دیاگرام رسم میکنیم. شماره های هر فعالیت نیز نمایندگی از تقدم و تاخیر هر فعالیت. شماره ها شمار گزارش هم داریم بحث. اگر شما دوستان متوجه باشین شماره یک از دو از سه از چهار از پنج است، همه اینها شماره گزارش شده است. مثلا ام از لحاظ حروف ای تو به مسابقه به دو شده است، سه چهار اینها نشان دهنده از چیست؟ فعالیت ها است که از تقدم و تاخیر هر فعالیت چی میکنه؟ نمایندگی میکنه. که چقدر یک بحث لازم هست که شما انشالله در اولویتتان قرار بتین تا بتون دیاگرام های مؤثر در قسمت جدول زمان پروژه تعیین بکنه. چون فعالیت ها توسط یک خط با هم وصل میشن، از اتصال فعالیت ها توسط خطوط تکراری جلوگیری شد. شما نمیتونید که یک فعالیت به فرض مثال از یک حرکت میکنه به دو، شما دو خط در اینجا رسم میکنید. این از لحاظ ساختار نادرست است. شما نیاز دارین که فقط مشخص بکنید که از A وقتی به B حرکت میکنه، شما به یک خط نیاز دارین که نشان دهنده وصل A به B باشه. نشان دهنده وصل A به B، به فرض مثال شما از نیازسنجی حرکت میکنید به طرف دیزاین و آنالیز، یک خط مشخص به چی میکنه؟ حرکت میکنه که زمان و تأخیر و تقدم اینها رو چی میکنه؟ نشان میده. پس همین نقاط اگر شما مد نظر بگیرین، شما میتونین برای ساخت دیاگرام چی کنن؟ برای شما کمک بکنن. ساخت دیاگرام برای شما چی میشن؟ کمک میشن. زمانبندی با یک از مهمترین بخش در مدیریت پروژه ها است. زمانبندی پروژه ها نه تنها زمان شروع و ختم پروژه را بیان میکنه، بلکه با استفاده از زمانبندی پروژه میتونیم فعالیت های مختلف را تشخیص دهیم. گفتیم که ما نه تنها زمانبندی آغاز و ختم پروژه را معرفی میکنند، و بر علاوه از این ما نیاز داریم که چی کنیم؟ نقطه تاخیر و نقطه ما قبل هم چی کنیم؟ شناسایی بکنیم، که این باعث میشه ما بتونیم بیشتر در سطح زمانبندی پروژه موفق باشه. زمانبندی پروژه به شکل‌های مختلف نمایش داده میشه دوستا، که یکی از آنها گن چارت است. یکی از رایج‌ترین این ابزارها هستند که حتی شما در سطح پارنامه‌های تحلیل دیتاها اگر ببینید در سطح یک پروژه تحقیقاتی شما نیاز دارید که از گن چارت استفاده بکنید. اما فراموش نکنیم گنچارت به خودی خود هیچ ارزش و اعتباری نداره، تنها در صورت ارزش پیدا میکنه که اهداف پروژه در قالب آنها چشان واضح شد. یعنی شما بتونه اهداف پروژه در قالب ازی چیکنیم واضح بسازن، شفاف بسازن. در این حالت است گنچارت ارزشمند میشود و ما را ذکر شده را در یک گراف زیبا نمایش میده. ما در گنچارت در یک گراف زیبایی را چی میکنیم؟ نمایش میده. پس دوستا به صورت خلاصه درس امروز و این ویدیو رو برای شما خلاصه میکنم. ابزار و تکنیک ها جهت مدیریت زمان پروژه، ما گفتیم که در بخاطر که بتونیم پروژه درست مدیریت و زمان بندیش رو مشخص بکنیم، از دیاگرام استفاده میکنیم، از گنچارت استفاده میکنیم و از PERT چارت استفاده میشه. بیشتر همین ها برای ما کمک میکنه تا ما بتونیم پروژه رو به صورت درستش حرفه‌ای مدیریت بکنیم. خب به خاطر که ما بتونیم دیاگرام وصل رسم بکنیم، ما گفتیم که از نقاط قابل توجهی که در این دیاگرام لازم هست اینها رو نیاز داریم و با نیازسنجی اینها ما بتونیم که دیاگرام ها رو به صورت درست چی کنیم؟ مدیریت بکنیم. دوستا گفتیم که دیاگرام ها با نفس خود معنای بیش از ندارن، زمانی معنا پیدا میکنن که دیتاها اینجا وجود داشته باشن که ما بتونیم اهداف پروژه و کار پروژه رو به صورت دقیق چیکنیم مشخص میکنیم. و همچنان ما روی زمانبندی پروژه در قالب گنچارت که یک از روش های بسیار مؤثر در جهت نشان دادن فعالیت ها در سطح زمانبندی پروژه هست که اکثرا کمپانی ها و منابع معتبر از اینها چی میکنن؟ استفاده میکنن، که از روش های بسیار مؤثر در ساختار چیستن؟ زمانبندی پروژه هست. دوستان عزیز، میرسیم به ختم ویدیوی ابزار و تکنیک ها جهت مدیریت زمان پروژه که ما این را به صورت دقیق و روشن بحث کردیم. امیدوار هستم که این ویدیو را بار بار نگاه بکنین و مفاهیمی که مبهم هست سر بزنین به کتاب ها و منابع های معتبر تا بتونین فهم خود را نسبت به اینها چکنین تکمیل بکنین. تا ویدیوی بعدی، بحث بعدی، شما را به خداوند پاک می سپارم. خداوند یار و نگهدار شما دوستان.